شاید برای شما جالب باشد که بدانید کشور هندوستان برای افغانستان چه کرده است. هند از زمانی که امارت اسلامی افغانستان در سال 2001 از قدرت کنار زده شد، از طریق مختلف به افغانستان کمک کرده است. بنابراین در اینجا برخی از پروژه های بزرگی که محقق شده توسط هند در افغانستان برای شما به معرفی میگیرم. 30 پروژه مهمه که کشور هندوستان در افغانستان تکمیل و به بهره برداری برای مردم افغانستان سپرده است. ساخت ساختمان پارلمان افغانستان در کابل این یک پروژه بلند پروازانه بود. برای بودجه این پروژه دولت قبلی افغانستان 220 میلیون دلار را تخمین کرده بود که از طریق کشور هندوستان تمویل گردید و به بهره برداری رسید. و در مراسم افتتاحی این پروژه بزرگ، نندرا مودی صدر اعظم هندوستان به کابل آمد و در یک مراسم ویژه با رئیس جمهوری پیشین افغانستان این پروژه بزرگ را افتتاح نمودند. ترمیم و بازسازی مرمت کاخ استوری در وزارت خارجه افغانستان نیز با کمک مالی کشور هندوستان صورت گرفت. بازسازی لیسه عبیبیه در پایتخت افغانستان کابل و ارائه کمک های برای وز به معلومین این لیسه نامدار افغانستان نیز از طرف هندوستان صورت گرفته است. ساخت بزرگترین بند آبی افغانستان، بند سلما، که اکنون به عنوان بند دوستی افغانستان و هندوستان به بند سابق سلما یا بند دوستی افغانستان و هند شناخته می شود. یکی از پروژه های بند برق آبی و آبیاری است که در ولایت هرات در غرب افغانستان واقع شده است. هدف آن تولید برق آبی با ظرفیت نصب شده 42 مگاوات تثبیت شده است. تأسیسات آبیاری 35 هزار هکتار و توسعه تأسیسات آبیاری اضافی برای 40 هزار هکتار زمین بود. این پروژه بزرگ نیز با کمک و همکاری هندوستان تکمیل گردیده است. ساخت خط انتقال 220 کیلووات دی سی از پلخمری به کابل و آوردن برق اضافی از شبکه شمال به کابل پایتخت افغانستان. بازسازی مؤسسه اندرا گاندی برای سلامتی کودکان. بیمارستان کودکان اندرا گاندی در کابل نیز به کمک هندوستان ساخته شده بود و حمایت از آن به طریقه های مختلف که هم اکنون به طور 24 ساعته در خدمت مردم شریف افغانستان می باشد. تأمین مالی تأسیس دانشگاه ملی علوم و فناوری زراعتی افغانستان هم در پایتخت و هم در ولایت قندهار و کمک آن از طریق مختلف توسط کشور هندوستان صورت گرفت. ساخت یک استدیوی بین‌المللی کرکت در قندهار. این استدیو در 44 جریب زمین در قلب عینومینه حومه جدید قندهار ساخته شده است. این زمین توسط محمود کرزی در سال 2012 به کرکت بورد افغانستان اهدا شد. در ماه اوت 2014 دولت هند کمک مالی 1 میلیون دلاری را برای ساخت استدیو تحت طرح پروژه توسعه کوچک تصویب کرد. ساخت استدیو 2 سال به تعویق افتاد، اما در اوایل سال 2016 از سر گرفته شد و در سال 2018 نیز تکمیل و به بهره برداری رسید. ارتقای مبادلات تلفنی و شبکه مخابراتی در ولایات و برخی از ولایت‌های افغانستان. گسترش شبکه تلویزیونی ملی در منشأ مزار شریف، کابل، هرات و قندهار.
حفر چاه لوله در برخی از ولایت‌های مانند بغلان، ولایت تخار. بنابراین گزارش‌های بازسازی سه مخزن آب در سه ولایت مختلف افغانستان نیز صورت گرفته است. ساخت 218 کیلومتر جاده زرنج بعد دلارام برای تسهیل تردد کالاها و خدمات از افغانستان به مرز ایران و بعد هم به بندر چابهار. این پروژه نه تنها برای افغانستان بلکه برای هند نیز از اهمیت استراتژیک برخوردار است. از این طریق مرز زرنج را به شهرستان دلارام متصل کرد و از این طریق ارتباط بهتر بین مرز ایران و مهمترین جاده مواصلاتی افغانستان یعنی جاده کمربندی که بزرگترین شهرهای افغانستان را به هم وصل می کند و از دلارام نیز می گذرد برقرار کند. از آنجایی که افغانستان محصور در خشکی است، بسیار به ترانزیت از طریق پاکستان وابسته است، چنین عناصر زیرساختی گزینه های دیگری را آسان تر می کند. در این صورت بخشی از ترانزیت افغانستان می تواند از ایران عبور کند و این چیزی است که دولت افغانستان و دهلی نو از آن خوشحال شدند. در طرح بزرگ جاده زرنج دلارام و بخشی از یک زنجیره زیرساختی توسعه یافته تبدیل خواهد شد که از بندر چابهار ایران تا دلارام خواهد رسید. ساخت این جاده توسط مؤسسات هندی تأمین مالی تکمیل و تا حد محافظت شده. به طور مشابه پروژه بند شاهدود تحت حمایت هند در صورت تحقق ممکن است منجر به توقف بیشتر آب رودخانه های کابل در افغانستان شود و میزان جریان پایین دست به پاکستان را کاهش دهد. صدها پروژه کوچکتر، کمتر قابل مشاهده و ردیابی، دشوارتر از جمله پروژه های توسعه جامعه و موارد تکمیل شده شامل دهها مدرسه و کلینیک بهداشتی اولیه می باشد. علاوه بر این، ساخت و ساز تنها بخشی از همکاری دهلی نو همچنین صدها اتوبوس را برای سیستم حمل و نقل کابل هدیه داد. اهدای 285 موتر نظامی برای اردوی ملی افغانستان. هدیه بیش از 6 هلیکوپتر MI-25 و MI-35 برای نیروهای هوایی افغانستان. صدها آمبولانس برای بیمارستان‌های دولتی در 5 ولایت مهم افغانستان کشور هندوستان اهدا کرد. یک هواپیمای ایرباس برای خطوط هوایی ملی افغانستان نیز اهدا کرده بود. تأمین مواد لازم برای پوستخانه‌های افغانستان. بیسکویت با ویتامین بالا برای دانش آموزان افغان و قابل ذکر است که همه افغان‌ها آن بیسکویت را دوست داشتند و از آن در بازارهای افغانستان به گونه بی‌پیشینه استقبال شد. محموله‌های گندم و حبوبات برای تمام ولایت افغانستان. هند نیز به برنامه‌های جمعیت هلال احمر افغانستان کمک مالی می‌کرد. مشاورین رایگان پزشکی و پزشک در ماموریت‌های پزشکی خود در 5 شهر افغانستان به ویژه در کابل در تمام بیمارستان‌های دولتی فرستاده بود. آموزش برای کارمندان عامه افغانستان. برای دولت افغانستان آموزش کارهای اداری از طریق کمپیوتر و وسایل پیشرفته نیز هندوستان آموزش می‌داد. آموزش پلیس افغانستان و آموزش سربازان زن افغانستان در بهترین آکادمی‌های نظامی هندوستان. ارائه صدها بورس تحصیلی برای محصلین افغانستان و نسل‌های جوان افغان. و وجه بسیاری از پروژه‌ها به منظور ظرفیت سازی زنان افغان در دوره‌های آموزشی از راه دور برای جوانان افغان. دهلی نو حتی به تیم ملی کرکت افغانستان اجازه می‌داد که از ورزشگاه‌های هند به عنوان زمین خود استفاده کنند.
این بدان معنی نیست که هن مانند یک مسیح خیری کامل رفتار می کند. دهلی نو منافع آشکار و حیاتی در افغانستان دارد. با مقابله با نفوذ پاکستان در آنجا و تأمین دوستی کابل در این روند. همچنین هند سیاست همکاری نزدیک با کشورهای مانند افغانستان، بوتان و ایران را دنبال می کند تا جایگاه خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت کند و رقیب خود پاکستان را که متهم به کمک و حمایت از شبه نظامیان اسلامی در کشمیر و سایر ایالت های این کشور هست مهار کند. قابل توجه است که افغانستان همیشه به عنوان دروازه هند با آسیای مرکزی در نظر گرفته می شود.